اونی که ظاهرن و باطنن پیروز شد حضرت هادی علیه السلام. شش تا خلیفه در زمان امامت این بزرگوار یکی پس از دیگری آمدن و به درک حاصل شد. آخریش معتز بوده که حضرت رو شهید کرد، خودش هم به فاصله کوتاهی از دنیا رفت، مرد با ذلت. هم اینا غالبا با ذلت مردن، تار و مار شدن بنی عباس به عکس شیعه. شیعه روز به روز در این دوران حضرت هادی علیه السلام از دستگیری و شدت عمل روز به روز وسعت پیدا کرد، قوی‌تر شدن. اینا یک روز مجاهدتشون به قدر سالها اثر می‌کنه. یک روز از زندگی مبارک بودن مثل سالها که یک جماعتی کار کنن اثر می‌گذاره. دین رو اینا همینجوری حفظ کردن، ملا دینی که در رأسش متوکل و معتز و معتصم و مأمون، و دین رو مجاهدت و تلاش ائمه علیه السلام کرد. اسلام رو نه فقط تشکر، در راه این پیروزی بزرگی که اسلام رو تا اینجا کشوندن تا امروز آوردن دیگه. اسلام بنا نبوده که اسلام بعد از 1300 سال تازه زنده بشه، بیداری اسلامی رو وجود بیاد. اگر کمر بسته نداشت، اگر کسانی نداشت که بعد از پیغمبر این معارف عظیم رو نهادینه کنن در ذهن تاریخ بشری، راه این کار بزرگ بله کودک خوردن هم هست، زندان رفتن هم هست، کشته شدن هم هست، اینا برای این بزرگوارا چیزی نبود. این مظلومین غلبه کرد. کنگره بین المللی امام علی النبی علیه السلام. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت از علما نقل کرد میگفت زمان طاغوت ما از حوزه علمیه خرجیمونو گرفتیم، یک ماه رمضون کامل رفتیم سامر را، فقط نشستیم تو حرم قرآن خوندیم. چرا؟ واقعا اینقدر غریبه کسی تو حرم نبود، ما رو فرستادن حرم از خلوتی در بیار. آی سامر را، آی سردار، thank you.
کنگره بین المللی امام علی النبی علیه السلام. بخوان تو ای دل هاشه حدیث مهر و وفادا، به چشم سار هدایت ببین تو عشق و صفادا. بخوان ز مهر کسی که خداست ماه وجودش، به روی بال ملاق نشست ذکر سجودش. بخوان تو ای دل هاشه